يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. برادران صدق الله مولانا العظيم. برادران و همشیرهای محترم بینندگان پروگرام حقایق اسلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم به توفیق الله سبحانه و تعالی پروگرام خود را حسب موعد به توفیق الله سبحانه و تعالی از تلویزیون جهانی پیام افغان برای شما تقدیم میکنم. موضوع بحث ما در این چند هفته همیست که سوره براءت است. ما در سوره براءت چند چیز برای شما تذکر یافتیم که غزوه تبوک و اشاره در این سوره بیشتر به طرف منافقین و اعمالشان می شود. این سخنم برای شما گفتیم و ای که چرا در اول این سوره بسم الله الرحمن الرحیم گفته نشده ایران برای شما تذکر دادیم. چند مسئله ای که در این باقی مانده ایره هم در امی اول این سوره ما برای شما بیان میکنیم، بعد از او باز به دیگه موضوع میرویم. امروز هم ما در این سوره براءت هستیم و این آیه کریمه را که برای شما ما تلاوت کردم این درباره دادن زکات است. ولی پیش از این که این موضوع را ما برای شما مطرح کنم، یک مسئله پیشتر از این مانده است که او را باید برای شما ما به سمع شما برسانم. در سوره براءت آیت ششم، پنج آیت ما برای شما معنا و مفهومش پیشتر گفتیم. این آیت ششم بسیار مهم است، او را به صورت مختصر اشاره می کنیم، باز به این مطلب خود می آیم. اما آیت ششم در سوره براءت است که الله سبحانه و تعالی فرموده است و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه فانه قوم لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى میفرماید که اگر در اسنای جنگ، در حالت غیر جنگ، در هر حالتی که ولو یکی از مشرکین باشه، که مشرکین در قرآن کریم بسیار بد گفته شده در بین کافرها، اگر می هم باشه و این احد من المشرکین استجاره به شما پناه ببره، از شما درخواست بکنه که ما میخواهیم کلام خدا را بشنویم، یعنی دین را بفهمیم چی هست دیگه، استجاره که فاجر حدود برای از شما پناه بتین، جنگ بس کنین، مثلا فورا به طلب از شما جواب بتین. حتی یسمع کلام الله، تا که اونا بشنوند کلام الله سبحانه و تعالی. بعد از او که او شنید کلام الله را، اگر ایمان آورد که بسیار خوب، اگر ناورد ایمان را باز شما چی میکنید؟ او را به همون جای امنش پس برسانید، یعنی خلاف وعده کردن در اسلام نیست. ترک معاهده را، شکستاندن در اسلام نیست. چرا این کار رو بکنیم؟ فا اینه قوم لا یعلم، چرا اینا راجع به اسلام و قرآن هیچ نمیفهمن؟ باید شما بشنوانین برش کلام خداونده. اینجا میبرای از این کلام چی؟ دعوت، یعنی دعوت شنواندن کلام خدا و کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم که امو
اساس دین اسلام است، این الله امر کرده است که شما بشنوانید. ایرال کلام الله، قرآن میگه کلام خداوند است. این خود نص قرآن کریم است، خداوندی را گفته که این کلام محض است. این کلام محض این را بشنوانید برای مردم. پس شنواندن از این فرض است و این را باید هر کس این دعوت را به پیش ببره تا که مردم آواز قرآن، آواز مثلا کلام خدا را این را به گوش مردم برسه. و این معنای این آیه کریمه است، چرا که گفته قوم لا یعلمون، اینا نمیفهمن راجع به اسلام. و از طرف دیگر ما مسلمان ها به حالتی به کلی یعنی چی هستیم؟ غافل هستیم از اینکه نتوانستیم دین خود را به اونا برسانیم. زیرا کافر چند قسمت است. یک کافر است که عناد داره با اسلام، اونا قطعا نمیخواهد که بشنوه، مثلا همیتی پروگرام است گلش میکنن نمیشنوه. یکی است. یک کافر دیگه است که مصلحت نداره در اسلام، میگه ما در این مصلحت نداریم از روی از چی نمیفهمیم. یک کافر دیگه است که مثلا هیچ برش چی نیست، اگر بشنوه شاید به این توجه بکنه این کدام عناد و کدام دشمنی و کدام چیزی چی نداره. لیکن اگر به صورت عموم ای تبلیغ شوه، رسانده شوه، میشه که بعضی کافرها از شنیدن ازی بفهمن معنای ازی را. عزیز هست که خداوند میگه این قوم نمیفهمن ایده. اگر بفهمن اینا دلشان نرم میشوه و دین اسلام یعنی میفهمن که یک دینی است که در این تروریسم نیست، در این مثلا هلاکت مردم نیست، در این اخوت است، برادری است و هماهنگی است و زندگی یعنی به صورت مسالمت آمیز است با مردم. این یک معناست. دوم، این آیت ششم بسیار مهم است. دقیقه تاکید کرده که امین شخص شما باز پس در جای امنش برسانید، یعنی در این نگوین که کافر است ما این را مثلا خیانت کنیم در نه قطعا این را پس به جای امنی از او شما برسان. این تاکید ها به ایست که مسالمت آمیزی بین مسلمان ها و کافر ها در هر حالت هست ضرورتی باشد. این یک نقطه است. نقطه دوم ایست که در اینجا چرا امی زبر و زیر و پیش و چیزا در قرآن کریم چی وقت مانده شده؟ یک مسئله مهم است که این باید هم در این سوره ذکر شده است که باید شما بفهمید چرا این آخری سوره است در قرآن کریم. سوره براءه یعنی آخری سوره است. این بسیار چیزایی است که مهم است که انسان او را باید بفهمد. یکی از اون جمله او را اعجام میگه. اعجام یعنی همی زبر و زیر و یعنی حرکات که در سر آیتهای قرآن میبینین این در ابتدا نبوده. صحابه کرام اونمو رقم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرئیل صلی الله علیه و سلم برش ایره از طرف الله ای وحی آورده اونمو تر گرفتن. ایره نه رسول الله صلی الله علیه و سلم نویسنده و چی بوده و نه صحابه اکرام در بینشان بسیار چی بوده، فقط شنیدن. اگر به پیش صحابه اکرام شما این قرآن شریفی که زبر زیر دادن میده اونا نمیفهمیدن، زیرا امو رقم که از پیغمبر خدا شنیده بودن اونمو رقم اینا حفظ کرده بودن و پیششان اونمو چیز غیری که کاتبای وحی که نوشته کردن اونا علایده است اونو محفوظ نگاه کرده بودن. خب اینالی ای در کدام وقت ای زبر و زیر مانده شد؟ در وقت حضرت علی رضی الله تعالی عنه. و قصیش هم در همین سوره، در پیشتر از این سوره که از این آیتی که من برای شما خواندم به ایجاست که و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. در ایجا یک اعرابی این مردمی کوچی که همو زبان مغزایش و حقیقتی از او را او میفهمه، یعنی میشنوه و میفهمه از خورترکی، چرا که زبانش هست. مثل کوچی های ما که مثلا
به پشتو چی خوب ماهر هستن نسبت به دیگه مردم کردن. اوی یک کسی همی آیت خوان باز ای را گفت که ان الله بری من المشرکین و رسوله. ای عربی خب قرآن نمی فهمی این مسلمان و چی در این چیزا نبود، ولیکن معنی از این را چکت به او برادر تو چطور ایره میگی که خداوند هم از مشرکین بیزار است و هم از رسولش بیزار است؟ ای خب غلط است این رقم. ای گفت که چی بگی تو؟ گفت تو خب چی را غلط خواندی؟ اعراب از این را غلط کردی، من المشرکین و رسولهی خواندی. اینمی تو معنا میتر. ای آدم رفت پیش حضرت علی رضی الله تعالی عنه سخن گفت، گفت یعنی عربی به من اینطور گفت که تو غلط خواندی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفت راست میگه، تو خو غلط خواندی، او رسوله است، تو رسولهی خواندی. بین رسوله و رسولهی بسیار فرق است، اما عربی درست گفته برای تو. باز حضرت علی گفت که برای ازی ما یک چی بسازیم، یک راه گرامر برای ازی بسازیم که اگر نیخو هر کس در این قرآن کریم غلط میشه در آینده مردم این چیزا رو نمی فهمن، این عصر از بین میره و این زمان و این چیزا تغییر میخوره. باز یک کسی به نام ابوالاسود دوعلی که عالم نحو بود او را خواست، گفت که انحو لهم نحو، برای دینا نحو جور کو، یعنی گرامر جور کو، به اساس گرامر سر دینا زبر و زیر و پیش ببار. در غیر از اون نسله های پسان میاد دنیا که اونا این چیزا را، ای عربیت و این چیزا را نمی فهمن، بنان غلط میخوان که غلط شد کافر میشه یا مشرک میشه یا مثلا گناهگار میشه. این چی باز ای امیر خم کرد، ای نحو جور کرد. بعد از او ایر اعجام میگه، باز این زبر و تیر و تنوین و این چیزا را در قرآن کریم ما، یعنی بعد از زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه این زبر و تیر در قرآن کریم مانده شده است. ایره شما میفهمین البته، خب بعد ما براتون به تکرار گفتم که اینی از این وقت شروع شده. و ما را یک استاد ما که ما خورد بودیم درس میداد، خدا مغفرتش کنه بیچاره را، میگفت که آلی اگر علمای زمان این وقت جمع شود این رقم زبر و زیر در این قرآن کریم مانده نمیتونه مثل که در اون وقت حضرت علی رضی الله تعالی عنه مانده شده است. یعنی این کار را کده نمیتونه مردم این روز، لیکن اونجا ایتو درست مانده که هر کس که یعنی قرآن کریم مطابق اونمو چیزی که قواعد نحوی که در اون وقت مانده شده است بالکل صحیح خوانده میتونه. این یک دیگه مسئله است که ایره هم بفهمید. این حالی میایم سر این مسئله سیومی که ما برتانی آیه کریمه را خواندم که اینما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. این درباره دادن زکات است. الله سبحانه و تعالی با علم قوی که دارد، علیم است و حکیم است، می فهمه که انسان ها بسیار زیاد مال دوست دارد. مال دنیا را انسان فطرتا این بسیار دوست دارد. یحبون المال حبا جما، الله سبحانه و تعالی سوره میگه که مال بسیار زیاد مردم دوست دارد. در سوره والعادیات میگه که و انه لحب الخير لشدید، انسان برای دوست داشتن مال بسیار شدید است. پس بنابر این سبب در ایسه مال الله سبحانه و تعالی خودش در میراث، در اول قرآن کریم که میراث، اول در قرآن کریم میراث را خود الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که حق مثلا بچه چقدر، حق دختر چقدر، حق زن چقدر، اگر زن اولاد نداشته باشه چقدر، اگر اولاد داشته باشه حقش چقدر، همه چیز الله سبحانه و تعالی خودش تعیین میکنه. یعنی به مخلوق و به چی نمیمونه که سر ازی فکر کنه، بلکه خودش تعیین میکنه.
چرا که مال بسیار مورد تاخت و تاز مردم میشه و مورد اذیت دیگران میشه، سر مال جنگا میشه و برادر سر برادر میخیزه، خوار سر این مشکلات. در اینجا هم زکات یک فریضه است که این در اسلام هست، در دیگه یعنی بسیار یک امتیازی کلان است در دین اسلام که در این زکات است. این مسائل اقتصادی که به این اندازه مهم است در دین اسلام که از 40 جزء ثروت یک شخص یک جزء از این به فقیر می رود. ایتون است که اگر بخواه نخواه از ضرور باید می رود. این حق دولت است که این را باید بگیره و فقرا تقسیم کنند. در وقت خلفای راشدین، در وقت حکومت اسلامی همینطور میکردن، زکات جمع میکردن و بیت المال باز خلیفه مسلمان ها مردم را دستبندی میکردن که چقدر مردم مستحق زکات هستند. باز اونا را میامد هر کس مثل معاش واری اما اندازه حق خود میگرفت و میرفت. یک حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای اهل بیت بسیار زیاد میداد نسبت به دیگر مردم، چون که پسرش عبدالله ابن عمر و پدرش گفت که پدر تو با من نصف چی میتی اسامه رضی الله تعالی عنه میتی. حضرت عمر برش گفت که بچه اسامه را رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشت مثل اولاد شواری، یعنی مثل نواسه شواری که زید ابن حارثه خوب بچه خانش بود او در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم کلام شده و پدرش از پدر تو که بسیار دوست داشت. بنابراین ما به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار میتونم تو در این سا چی نشو ما یعنی عدالت ما رئیس خراب نیست، زیرا که ما او چیزی را میخواییم که پیغمبر خدا او را خوش داشته، یعنی ختمشی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم تعقیب میکنم. خب اینی رقم بود، این پول زکات که میامد این را پس برای مثلا کسانی که کار نداشت یا معیوب بود یا چی بود دوو میداد یا در راهی این چیزای درست این مصرف میکردن مطابق آیات قرآن کریم. اما وقتی که حکومت اسلامی در دنیا نیست، هر کس باید خودش این فریضه زکات خودش انجام بده. در قرآن کریم به صورت مطلق آمده، لیکن قید شمیز که این وظیفه حکومت اسلامی، زیرا که یک آدم که زکات میتر به دیگه همیان یک رقم چی هسته، اما باید بکشه زکات. اصل ایست که دولت جمع کنه و دولت ای را به مردم تا اگر این کار دولت های اسلامی بکنه که یک بیت المال داشته باشه، بیت زکات داشته باشه، هیچ فقیری در دنیا نمیمانه، در جهان اسلام یعنی. از همین راه یعنی حاجت به دیگه چی نیست، خود همین مردم همین زکاتی که زیرا از 40 روپه یک روپه ما 40% نگفتیم، 40 جز گفتیم، از 40 جز یک جزی از این حتما برای فقیرها می رود. پس فقیرها کدام تنافسی کدام رقابتی با سرمایه دارا ندارد، زیرا که اینا می فهمن که سرمایه ای دارد در این حق ما مسته، از 40 جزی از این یک جزی برای ما می رود. بنابراین صاحب هیچ کدام بدبینی و تقارب بین از اینا در چی هست؟ ای فضیلت دین مقدس اسلام است که به اختیار خود شخص نیست، باید از پیش گرفته شود به زور. امور رقمی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کرد که والله لو منعونی عقالا، اگر او بزره که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در زکات زمانتن ما امرایشان جنگ، زیرا که این حق الله است، این حق تمام مردم است، منصوب به تمام مردم است، این را کسی بند کردن نمیتوان. و ای گفت خود موفق شد این را ثابت ساخت. هر جای زکات با نماز یک جای ذکر شده،
اقیم و صلات و آت و زکات. نماز برپا دارین که یکی از ستون دین است در اسلام نماز. بعد از او گفته که زکات بده، که فریضه مالی هست، که این وجیبه است، که این باید خلاص شود. اما آیات های پیشتر هم که در وقتی که مشرکین یک معاهده را نقض میکنه و سر مسلمان ها حمله میکنه یا معاهده میکنه، در معاهده خود هیچ عمل نمیکنه، در اون صورت گفته فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر اینا معاهده را شکستن لیکن پس توبه کردن از این کار خود، نماز خواندن و زکات دادن، پس بنابراین شما یعنی به همراه از دیگه باز جنگ نکنید، زیرا که اونا اخوانکم، برادرای شما است در دین. بسیار مهم است زکات. خب اینال ایره دادن از ایره که به کی بده، ایره خود الله سبحانه و تعالی تعیین کرده، ایره نمانده به اختیار خود شخص، ایره و یک کسی بده و یک کس نده، در یک جایی بخوامه که در کجا بودم در کجا ندم، از پیشش گدوت نشه. بسیار مهم است. از این سبب ایره الله سبحانه و تعالی فرموده به کلمه اینما. کلمه اینما برای حصر است. حصر چی را میگه؟ حصر معنایش ایست که یعنی غیر از اینمی را، غیر از اینمی را، شیوهی که ما برتان نشان خداوند میگه دیگر را نیست. شما زکات که سرتان واجب است و شما ای را برای کی میتین؟ للفقراء. در چهار صورت لام آمده، در چهار صورت فا آمده است و هشت طبقه را ذکر کرده است الله سبحانه و تعالی. انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. يعني انما صدقات للفقراء وللمساكين، دي جمله مفتوحه، للمساكين والعاملين وللعاملين عليها وللمؤلفة. دي سي دي چهار صورت لام است، ده چهار صورت ده. وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن سبيل. ده چهار صورت دیگه به فی آمده. اینا لشما بگن که فرق فی و لام در چی است؟ که چهار صورت اول گفته که للفقراء، للعاملین، لل از اینا به هر چهار لام استفاده، در چهار صورت دیگه فی. فرق از این چی است؟ فرق از این در این است که در لام افاده تملیک هم نیکنه، یعنی معنای است که این زکاتی که سر شما لازم است، ای مسلمانی که سر تو خداوند نعمت مال برد داده و صاحب دادن زکات شده ای، مسئول دادن زکات شده ای، خودت به دست خود امیر بگیر برای فقیر بته و را مالک بسه. او طرف اختیار خود فقیر است که هرچی میکنه سر این مال به دستش نه. از تو فقط هم نیست که ایره به همو مسکین برسان، به همو فقیر برسان، به همو کسی که ایره جمع میکنه و به خزانه دولت میبره برای هزو هم بته و به مؤلفت القلوب هم بته. هر کدام یادی چی داره؟ اول فقیر. اصطلاح قرآن ایست که فقیر حاجتش بیشتر است از مسکین کرده. چرا در ترمینالوجی قرآن کریمی است که ابو کشتی که در او خضر علیه السلام او را خراب کرد، میگه این کشتی از کی بود؟ للمساکین یعملون فی البحر. از مساکینی بودن که در بحر کار می، یعنی مسکین بود و کشتی داشت، لیکن این کشتی از این نبود که تمام هوایی یزو را برآورده بسازه، این سبب این مسکین گفته شد. اما فقیر در اصطلاح قرآن کریم است که هیچ چیز نداره، یک شب و یک روز بیشتر مثلا آذوقه‌ش نداره، پس این فقیر است. خب اول الله سبحانه و تعالی گفته که صدقات شما به دست خود بگیرین، به کی بدین؟ به فقیر بدین. بعد از او به مسکین عزو کده که یک ذره زندگیش خوبتر است، باز به مسکین بدین. باز به کسایی که ایره جمع میکنه و چی میکنه برای عزو بدین که ایره خزانه دولت جمع میکنه. دیگه برای مؤلفت القلوب بده. مؤلفت القلوب کی است؟
مؤلفت القلوب یعنی کافر است. برای عزی برای عزو بتین که او دلش الفت بگیره به طرف اسلام. بیشتر کافرا زیب و زینت دنیا را خوش دارد، مال دنیا را بیشتر خوش دارد. اگر شما برای از او چیزی که در دنیا بیشتر و خوش داره او را برش بتین، او الفت میگیره به طرف اسلام، مسلمان میشه. ای از این سبب ای ما بعضی در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی وقتی که فارس فتح کرد و روم هم فتح شد و ای که چی شد، گفت که آل ما ضرورت به این مؤلفت القلوب نداریم، آل تمام جهان یعنی زیر سیطره ماست، دو مدنیت از خود ما گرفته میره. دیگه ما چی برای کافرها ما چی کنیم، یعنی پیسه بدیم که اینا بیان مسلمان شود؟ هیچ، ما دیگه مؤلفت القلوب یعنی چی نداریم، احتیاج به این نداریم. تا این وقتی بود این حال ما چی نداریم، لیکن علما میگن نه. خب گفت حضرت عمر از اجتهاد خودی از بود، درست است که در او وقت قدرت مسلمان ها سر جهان به تمام جهان بود و ضرورت به این نداشت که یک کسا مثلا از طریق پیسه او را دلش جلب کنه، لیکن دیگه علما همه میگه که نه، این اصل که در قرآن است تا وقت آخر میباشه، هر وقت یک رقم نمیباشه. یک وقت است که مسلمان ها مثلا ضرورت دارن که برای کافری که از او خطر است، از او مثلا چی متوجه می شود، برای از اونا مال بته، خصوصا زکات برش بته تا که قلبی از او متمایل شود به سوی اسلام. سر این مسئله یک واقع هم شده که او مسئله ذی‌الخویصره سرست که قبلا هم با شما یک اشاره کرده بودم. یک شخصی به نام ذی‌الخویصره که اصلا او منافق بود، در جنگ حنین با رسول الله صلی الله علیه و سلم شانه به شانه یعنی جهاد میکرد، نماز میخواند، لیکن در قلبش در دلش یک سر دیگه بود. و نمو طوری که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یه حدیث بیان کرده است که کسی که منافق باشه در قلبش یک چیزی مخالف اسلام هست، لیکن شناخت از او بسیار سخت است، لیکن به یک صورت می شود که وقتی که گپ می زنه یا در رویش یا در زبانش یا در چیش یک فلتات لسانی، یعنی یک دفعه زبانش می لخشه یا مثلا چی می شود، اما مطلبی که به قلبش هست اما از دانش می بره. شما می توانین که با سریزی فکر کنین که اینمی آدم قلبن مسلمان نیست، اینمی آدم قلبن مسلمان نیست و این منافق است. شناخت منافق بسیار مشکل است. از این سبب در این سوره بسیار و من هم و من هم و من هم در هر جای قرآن کریم فکر منافق اینی طور است، منافق اینی، چرا که کافر خود میشناسی، کافر هم بیرقش بلند است و مسلمان هم میشناسی که هم قلبش هم زبانش هم دلش همش یک رقم است، این مسلمان است. اما این تو مسلمانی که نامش مسلمان است لیکن قلبش غیر مسلمان است، یک عقده همراه شما داره، همراه مسلمان ها داره، ولی موقع رو میپاله، نماز هم میخوانه. و مثلا منافقین وقتی که نماز میخوان میگفت که والذین اوتوا العلم، میگفتن برای کسانی که علم خدا برش داده و از پیغمبر استفاده کرده، برای ماذا قال آنفا، پیغمبر چی گفت برش، یعنی گپای از اون ناچیز میدانستن، دلشان نمیشید، یعنی ای در سوره محمد صلی الله علیه وسلم این آیت هست که یعنی منافقین این طور میگفتن، از زبانشان همی چیز یک دفعه میبرامن و مردم میفهمد که ولی اینی منافق هست. و همین رقم میایه به همراه مسلمان ها که نماز میخوانه، گپ میزنه، میگه من مثلا مسلمان هستم، این هستم، این طور، یک دفعه در سر یک اصل از اصول اسلام چی میکنه، انتقاد میکنه. این تو انتقادی که به خود میخواه که او را از بین ببره یا مورد قبولش نیست، بگه که نباشه خوب کافر است، لیکن این کافری است که منافق است، یعنی پت میکنه.
ای آدم ذوالخویصی را اصلا منافق. این وقتی که پیغمبر خدا و اساس یعنی مؤلفت القلوب برای مردم زکات تقسیم میکد، ای تو سخت نبود پیغمبر خدا. مثلا غنیمتی بسیار زیاد که وزیست مسلمان ها در جنگ میامد، او را میدید که در او وقت امید مشرکین عرب، کلانای عرب خوب به مال ایمان داشتن. مثلا صد شطور به یک آدم میداد، او کلان قبیله میبود. وقتی که او مسلمان میشد با تمام قبیلهش قدش مسلمان میشد، امید تو میداد، هیچ نمیکرد. یعنی در فکر یعنی نبود که کم دادم مال دادم. مثلا در راه خدا، در راه دعوت اسلام پیسه را مال و هر چی که بود مصرف میکرد. این آدم ذوالخویصی را گفت که عدل بکن. چی رقم هست که تو به رئیس قبیله یا به رئیس کافرها به شکای قدر زیاد بیتی؟ عدالت بکن. او برای رسول الله برای تو وای حق وای بر تو شخص که مرا میگی. اگر ما عدل نکن فمن یعدل؟ کی عدل میکن؟ ما پیغمبر هستم. الله سبحانه وتعالی میفهم والله یعلم حیث یجعل رساله. خداوند میفهمه که کی را پیغمبر کنه. زیرا صفاتی در او میباید که در راه خدا هیچی نمیکنه. سری پیسه بترسه یا سری ای را که ما یعنی معنای ای را که ما پای چیزیات را میتیم از غنیمت را برای ای که نرم شد بیه و ای که آمد نفرش هم اسلام پخش میشود. بعد از او ای که ای تو را چی را کرد؟ حضرت عمر استاس و یا رسول الله برای ما اجازه بده که سر ازی را ببرم. ای چی بلاست که سر تو چی ببرم؟ ای چی نمیفهمه چی را گفت ببارش تا که مردم نگویه که محمد صلی الله علیه وسلم امت صحابه های خود می کشد. این را چی میگه این سخنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ این را یعنی رأی عمومی مردم یعنی مراد می کند. غنی همی آدم واجب القتل بود. کسی که پیغمبر توهین کنه، کسی که پیغمبر استهزا کنه، سبکی کنه برش یا دشنام بته یا گب بزنه، او را حکم شمیست که کشته شود. در حکم شرعیست این باید او کشته شود. لیکن پیغمبر خدا این را منع کرد. چرا؟ به نسبت از این که تا به سیاست رأی عموم جهان یعنی دیدن او را در نظر گرفتن این بسیار مهم است. یعنی این سیاست پیغمبر صلی الله علیه و آله باید مردم هم مراعات بکنند. چرا؟ اگر دیدن که یک کسی در اینجا دو نظر است، یک کسی به پیغمبر توهین کرده که پیغمبر نیست یا این طور است یا این طور است، حکمی از او از نگاه شرع نیست که کشته شود. لیکن چی رقم کشته شود؟ در نظر عموم علمای جمهور مسلمین ایست که از طرف اولوالامر باید حکم شود. یعنی یک اولوالامر باشه، یک دولتی باشه، دولت اسلامی که او پادشاه یا رئیس جمهور داشته باشه، او قضا داشته باشه، قضای عالی ستر محکمه که ما میگیم اینطوری باشه و او حکم بکنه، او رو بخواه به اساس حکم از او این کار صورت بگیره. ولی در اینی کتاب که ما نوشته کردیم، این کتاب که است، هشت مذهب ما در این کتاب نوشته کردیم. یکی از اون مذاهب مذهب امامیه. مذهب امامیه میگه که نه، امی که دیدی که کسی پیغمبر را دشنام میداد یا استهزا میکرد چی میگه، ام فورا بکشید. این را ما چی کردیم؟ این را خوب سنجیدیم و مقایسه کردیم با دیگه مذاهب. تقریبا رأی امامیه مثل رأی خوارج واری است. ما باید به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفت او را بکش. به نسبت از این که رأی عام چی میشه؟ رأی عام در صورتی که وقتی یعنی ثابت میشه یک محاکمه صورت میگیره، یک اولوالامر باشه، یک قاضی ذوالحکم باشه، او حکم بکنه. اگر هر کس ای بخیزه و
یک کسی که مجرم بود رو به قتل برسانه، ولو که به پیغمبر چی گفته باشه از طرف اول الامر نباشه، یا افتیات علی سلطات الامام میه. یعنی چی معنا؟ این شیخ عبدالقادر عودت تشریح جنایی خود هم گفته چرا این بی‌نظمی میه. هر کس میخیزه مثل که حال شما میه در چی صحرایی، در محاکمات صحرایی میه یک زنه که بیچاره مانده و دور قید فنگ میزنه یا خطی سنگسار میکنه، نه اول الامر اونو دارن و نه چی است محاکم مثلا شرعی مثل قضا و چی. اینطور نیست که از طرف اول الامر سرزی شده این می رقم اونا یعنی چی میکنن و غلو میکنن، غلو میکنن در حکم. این صحیح نیست، بلکه رأی عام جمهور مسلمان است که امیخو همی حکم داره، لکنی از طرفی اول الامر. اگر یک آدم در یک ملک باشه که در اونجا دولت اسلامی است، اول الامر است، باید اول الامر حکم کنه و ایرا سارنولایی است که برای حقوق الله چی میکنه کار میکنه، ایرا میبره پیش قضا، قضا با سرزه حکم میکنه و او را جزایش میده. اما سر به خود کسی را جزا داده نمیتونه به هیچ مسئله. این مسئله شما خوب فکر کنید در چی قرآن کریم در اینجا میگه. خب این ای چی هست؟ باز ای را پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی نکرد، لیکن اینطور فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بابانش حضرت عمر گفت من زعی از نطفه ازی یک قوم میبراید که سفها و لحلام است. یعنی مردم های نادان هستند، دین را به صورت صحیح که تطبیق بتن با سنت پیغمبر اطور دین، اینا قرآن حکم نمی کنن، از جان خود حکم می کنن که قرآن هم اینطور گفته و سر از این مردم ها را می کشن و مخلوق خونه ها را جاری می کنن، در حالی که یعنی شما قرآن که برای شما نازل شده الله سبحانه و تعالی با چی از این فرموده است که شما سنت پیغمبر این را شما عملی بکنید. یعنی که گفته که چیز را ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو، فکرتانه بگیرین چیزی را که پیغمبر به شما گفت اونو مطور بکنه در احکام شرعی و چیزی که نهی کرده از او خود نگاه کن. ای عام از ای آیت، یعنی به هر چیز اگر قرآن هم مطابق سیرت و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تفسیر کنه، از پیش خود تفسیر نکنید که قرآن اینطور گفته. نه، او رو ببینید که پیغمبر خدا در تفسیری از او چی گفته، مطابق از او عمل کنید. اگر نه شما غلو میکنین در حکم، وقتی که غلو کردین شما از مو مطلب اصلی میبرایین که برامگین اونموز که شما هر کار میکنین، چرا که مقید ساخته است این دین را، چرا این پیغمبر مفوض است، این الله سبحانه و تعالی برش شریعت اجازه داده که بیاره. مثلا یک آیت مطلق است میتونه مقید کنه، یک آدم مجمل است میتونه ای را تفسیر کنه، اجمالش این چیزا چی است. و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس، خداوند ما این ذکر این قرآن برای تو روان کردیم که تو بیان کنی برای مردم. هر کس به سر خود اگر داخل شود این تو غلطی ها میگه که مردم مثلا حضرت علی را گفتی کافر است، این خوارج، حکم کفر را سرش کرد، مثلا چیار امویه را کشت، بعد از او صحابه اکرام اول کشت، سر از اینه. چرا که غلط کردن در تفسیر قرآن کریم، غلط سر غلطی خود استاد شده، قائل شده که ما یه نمی را تطبیق میکنم. بنابراین سم این تو گروپ ها پیدا شد، مردم های پیدا شد که به نام خوارج که تفسیر قرآن را بدون راه پیغمبر میگه. پیغمبر چقدر دقیق جواب داد، گفت که رأی عام را مراعات بکنید، که برای عام مردم میگن که محمد صلی الله علیه و سلم این یک مصلحت عمومی برای مسلمان، مصلحت عمومی در سیاست شرعی است.
که رای عام در نظر گرفته شود. این بسیار مهم است. خب میایم از مؤلفت القلوب میگذاریم. والمؤلفت القلوب و فی الرقاب. دیگه ایست که در رقاب، یعنی در آزاد کردن غلام ها شما زکات استماع. این حال خب مردم میگه که غلام نیست. آیا ما میتونیم که بریم در یک جایی ببینیم که یک آدم حکم اعدامش شده و ورثه امی چی پیسه بتیم که ای را عفو کنه به ورثه مقتول؟ مثلا چند لک دلار میشه یا چه قصرش دیتش میشه امی را بتیم از مال زکات؟ این میشه؟ علما میگه که نه، این نمیشه. شما این قرآن که نازل شد به لغت قرآن، شما لغت قرآن در اینجا اول خوب به این تطبیق کنید. این گفته در آزاد کردن غلام ها، این آدم خوب مجرم است، سرش اعدام آمده از سبب جرمش، این خوب کنیز نیست، این خوب غلام نیست. پس شما چطور این مفهوم تبدیل کردن میتونید به یک معنای دیگر؟ این گفته فر رقاب. مثلا شما مثلا میگه میتونید که برین در موریتانیا، امروز هم در موریتانیا خودم چی است که در اونجا یعنی غلام است، غلام را بخرین آزاد کنین، و اگر او را نمیتونین دیگه یک راه دیگه پیسه زکات دانه مصرف نگیره نیافتین. خب افره اول غارمین، یعنی ولیل غارمین، او دیگه پیسه را برای قرضدارا بتین. مثلا یک آدم قرضدار است، قرضدار دو قسم است. اولا یک قرضداری است که پیسه داره، یک چیزی روزی برش میرسه، لیکن موتر هم داره، میخواه یک موتر لکستر بخره. چی میگه بین دبلیو میگه چی اونطوری رو بخره، از اون رقم بالاتر موتر بخره، بنابراین پیسه قرض میکنه. این حال این آدم شد قرضدار، لیکن قرضدار طرف. طرف چی؟ یعنی برای آسایش بلند، زندگی بلند این قرض کرده. برای تو آدم نکه فکرش باشد، یعنی به ای تو قرضدار نکه، به ای تو قرضداری بتین که مثلا غریب است، دیندار است، از دست دائن خود پت میگرده، خود پت میکنه که نبینه چرا غارم، گفته ملازمه میگه. امی آدمی که دائن باشه این ملازم است، امراضی هر وقتی را نمیمانه که شور بخوره، میگه دین ما بته، دین ما بته، بیچاره خود را پت میکنه که ایر نبینه. و شو هم در عذیت است که صبح مرا از پیشم پیسه را طلب میکنه ندارم، و روز هم در غم است، غمی دین است، دین بسیار مشکل چیز است. شما برای از او که اینمی تو آدمی چی نباشه که دین را به سبب چی گرفته باشه، که موقف بسیار بلند داشته باشه و موتر خوبی، اساسات خانه اساسی خانه را به درجه مثلا همسایه خود برابر کنه، برای پیسه را قرض کنه به این سبب نه، برای این طور اشخاص نه. پس این چیزا همه وظیفه زکات دهنده است که این را آدم ها بشناسه و همون کسی چی بسه. یک رقم دیگه دین داره، دو قبیله با هم دیگر جنگ میکنه، این حال این میخواه که بین از اینا صلح بکنه، امی صلح بی پیسه نمیشه. مثلا میشه که نان تهیه بکنه، ای را چی کنه مصرف بکنه، یک ای را مثلا مصارف بکار داره، این مصارف اگه بکنه به این صورت ده مصلحت صحیح شرعی است. این رقم یعنی دیندار که از این را دیندار می شود، برای از این بتین درست است، برای این رقم آدم بتین درست است. اما اگر این رقم بلحوث باشه که من این تو خانه این تو داشته باشم و این تو به این سبب دیندار کنه خدا، برای از اون شما نکن. این تشخیص ها را کسی بکنه که قرآن کریم می فهمه خوب، این را چی بکنه تعقیب بکنه که یعنی آدمی که من زکات برش میشم که می زکات از گردن من خلاص و خدا سر من چی مسئولیت قرار داری، این تمام چیزا را این فکر بکنم. این غارمینه و فی سبیل الله،
یعنی اینال ای فی سبیل الله کی است؟ خب اینال به ای چهار صورت اول مکلف از قرضدار برای فقرا، مساکین، عاملین و مؤلفت القلوب که این پیسه را بگیره به دستشان بده. درست است؟ این گردن دی خلاص میشه. در چهار صورت دیگه که وفی رقاب و غارمین و فی سبیل الله و ابن سبیل فی عامله. فی معنی است که به دستی از او آدم شما نمیتین. این را میتین به دائن، یعنی کسی که سر دی قرض داره پیسه را برای از او میتین، باز این دینش خلاص می شود و به دست مدیون یعنی نمی رود، به دست کسی که برده است به دست از او نمی رود، به دست مالک از او می رود که آزاد می شود، به دست فی سبیل الله کسی که در راه خدا چی می کنه، این مجاهد است، جهاد می کنه در راه خدا. او چی رقم مجاهد؟ اصل مجاهد اینطور نیست که شمشیر بازی کنه همه گیش در راه خدا، جهاد جهده وانه این کوشش میکنه در راه خدا. و خوبترین جهاد گفتن کلمه حق است در راه خدا، تعلیم دادن دین است در راه خدا، رساندن قرآن و سنت پیغمبر است برای مردم. ای سبیل الله اینال شما که در این پیسر زکات میتین یا خداوند ببینه که در فرقاب در غارمین فیر ناور، بعد از فی سبیل الله بازم ابن سبیل است در او فیر ناور، خافی هست لکن مزمر است، لکن در فی سبیل الله باز تکرار کرد به نسبت دیگه مهم است. در راه خدا، در راه خدا که یعنی کسی که در راه خدا کار میکنه، در راه خدا تبلیغ میکنه، دعوت میکنه، مثلا مردم ها میفهمانه، در راه عجی هم که شما میتین، شما خود به این شخص نمیتین، شما مثلا به یک مرجعی میتین که زمینه عجی رو برابر کرده برای دعوت، خصوصا این چیزای تلویزیونی که شما میکنین، شما میتین برای صاحب تلویزیون که او راه را پیدا کرده برای عجی که این آدم گپ بزنه، و مثلا به این آدم که میتین به این سبب که این را به اینمی راه مصرف میکنه، ای برای خود یزدی نیست بلکه برای عزیز که به این را مصرف میکنه، این را دمی راه دعوتی را مصرف میکنه. یه مثلا یک چیزی که ضرور است برای عزیز میخره، مثلا که یک آدم اسب میخره، مثلا یک لپتاپ میخره، یا مثلا یک چیز میخره، یا همی اندازه ای که برای عزیز اجازه میتره در ساعت مثلا $200 بطه ای را میپردازه، ای بهترین زکات فی سبیل الله. چرا به خود یعنی شخص نمیدید، در مفکوره میدید، در هدف میدید، هدف در راه خدا دعوت کردن است. این زکات شما بسیار خوب قبول میشود در راه دعوت، در راه پروگرام های دینی که اگر راستی پروگرام های دینی درست در راه خدا به هدف دعوت فی سبیل الله باشد، بسیار ثواب داره و بسیار خلاص میشه از گردن شما این زکات تان که چی باشه. و ابن سبیل و کسی که مسافر باشه، در خانه خود داره، در وطن خود داره، لیکن یه مسافر است، ای است برای از او هم که بتین فریضتا من الله، والله علیم حکیم، خداوند دانا و با حکمت است. و اگر شما اینمی چیزا اگر شما مصرف بکنین، خب ای آلی این وقت که ما و شما زندگی میکنیم، این می تفسیر ما از روی چی کردیم؟ این رقم دقیق تفسیر از روی اینما. اینما چی است؟ کلمه حصر است. حصر چی معنا دارد؟ یعنی الله سبحانه و تعالی منحصر ساخته است دادن زکات را بین می هشت گروه، به دیگه کس نمیشه. و ای را هم از این نما ای را فهمیدیم که خودش به دست خود بده. مثلا در قریهشان میفهمه که یک آدم مثلا طالب العلم است، فقیر است، میخواد که کتاب بخره و پیسه نداره، باید که تشخیص بده برای همون پیسه نداره. اینال اگه ترتیب دیگه مراعات میشه یا نه؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که الله سبحانه و تعالی فرمود این الصفا و المروه من شعائر الله، صفا و مروه شعائر الله است. خداوند شروع کرده از صفا، گفته ما باید از صفا شروع کنیم، همین طواف، چرا که اول در قرآن صفا آمده، چیزی را که خداوند اول شروع کرده ما هم باید از اونجا شروع کنیم، یعنی یک نوع تعلیم است برای ما. اینجا خداوند از کی شروع کرده؟ للفقرا، به فقرا. اول شما زکات باید به فقرا بده، باز به مساکین، باز به فلان، باز از او، باز به فی سبیل الله، اگه این را نیافتیم به فی سبیل الله بده، باز به این. غیر از این هشت طبقه به دیگه کس شما زکات دادن نمیتونید، به کلمه این نما، به کلمه این نما که حصر کده، یعنی فقط به این هشت طبقه شما دادن میتونید، به دیگه کس دادن نمیتونید. این حال در اینجا یک رقم در این وقتی که ما زندگی میکنیم پروگرام های پیدا شده که مردم پیسه را جمع میکنن، باز او را میبرن در اوجا و مردم میتن، مثلا پروگرام هایش فی سبیل الله کار میکنن و مردم زکات خود دو میتن، آیا این میشه یا نه؟ این نمیشه. مثلا پروگرامی بعضی برادر هاست که پیسه را میگیره و میره اونجا گوسفند حلال میکنه و چی میکنه، این نمیشه. غیر از این که میگه نظر به چی تفسیر قرآن کریم که به کلمه این نما ای را به حصر آورده، در اینجا اینمی معنا را میتا، این معنا را میتا که شما ای را یکی صدقه تطوع است، صدقه خیرات عمومی است. خیرات عمومی را مردم میتانه که به اینمی کسانی که مثلا کار میکنن و دویجه مثلا برای مسکینا و برای زینا و گزفندا را میپوشن و خیرات ها را میبرن و چی میکنن، این همه گیش درست است از راه خیرات عمومی. اما زکات به این مردم که شما بتین نمیشه، که ایده این چیزهای کل کسی اگر پل آباد کنن این زکات ببره به این نمیشه، کسی نهر بکنه به این نمیشه، کسی جوه بکنه در اوجه این زکات بطه در اون نمیشه. زکات به اینمی هشت طبقه میشه و او را خودت به دست خود بدی. ای خو از تفسیر امی آیت کریمه که این نما آمده امی برداشت میگرده، لیکن یعنی ای چی تفسیر است؟ فقه اسلامی اینطور چی میکنه که فرضاً یک آدم میفهمه که بسیار محتاج آلی در وطن ما افغانستان است، فقیرهایی است که یک گشنه هستن که مثل که از گور خسته باشد چیزی ندارن که بخورن. خب این حال زکاته چطور از اینجا رفتن میتونه که ایره در اونجا برای از اون بتا؟ از این کلمه این نما خویی میمونه که خودش هر کس همین واجبه را که داده خودش به دست خود باید ایره برای چی بتا. بینمی هشت گروه ایره برسانه که در رأس این گروه چیز فقیر است، مسکین است، اینمی مردم هست. ایره چطور مثلا بکنه؟ میتونه یک وکیلی که سری از او مثلا اعتماد داشته باشه که همی پیسیش برای از او به صورت صحیح میرسانه برای اونمو اگه بتا والله اعلم انشاءالله ای میشه. اما به این چیزای خیریه عمومی که آلی است اگه به این بده به این گفته نمیشه. این مسئله را خوب فکر کنه، این در مصالح عمومی خیرات های عمومی میشود، اما زکات نمیشه. زکات باید خوب دقیق شوی که در قریه شما، در جای شما کی فقیر است که مثلا نان خوردن نداره و مثلا یا به جای شده یا از یک مثلا از قندوز رفته به کابل که سوا و بیگاه نداره، یک چی نداره که سر خود بگیره شب، ای تو فقیره را فهمیدین که نمی تو حالت هست. این حال این پیسه زکات خود را برای او شخصی میدی که او امین باشه
وکیل تو ده دادن زکات شوه ای را برای دو برسانه. این کار آسان است. مثلا چی را ویدیو را پر میکنه بوجا نشان میده که برای دو اونمو پیسی که تو برش داده بودی اما کار برای دو میتونه داده. اما ایره که به صورت عمومی به این کسانی که پیسه را میبرن و گوسفندها را حلال میکنن و چی میگن به این شما در چی عمومی ایره شما داخل کردن نمیتونه. ای یک وکالت خاص کار داره. یا خودتان بریم به دست خود بتین امیر بهم و فقرا و مساکین و مردمان بیچاره شما برسانین، یا یک کسی را یک سیاسر از مثلا اونجا رفتن نمیتونه، در نهر کندن و در چشم جور کردن و در این چیزا شما دادن نمیتونه. این مصالح عامه است. در مصالح عامه زکات شما مثلا مسجد رو بنا کردن نمیتونه سری ازی چرا این آمده مختص شده با کی بده؟ با فقیر و مسکین. خب این عاملین و اینا خب آلی چی نیسته؟ خب یعنی شما در این چیزا یعنی فقط در این مسائل یک ذره متوجه باشه. یه با ورثه مقتول مثلا نتیر، چرا او خود جنایت کرده او والی کشته میشه، به این سبب شما این دقتها را شما به نظر بگیرید. فقط یکی چیز بسیار مهم ایست که کسی که دیندار باشه به دیندار بته. چرا؟ اگر راستی دیندار را که من براتون شرح کردم همینطور باشه، پیغمبر خدا که جنازه می آمد باز می گفت که این دیندار است یا نه؟ اگر می گفتن بله دیندار است جنازه ایش را نمی خوانند، می گفت صلوا علی صاحبکم، شما بخوانید دیندار است، صرف جنازه ایش را نمی خوانند به نسبت از اینکه این دیندار است. به دیندارا بتین، لیکن در صورتی که دینش هم رقم باشه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام، بفرمایید. یتیم یتیمی که فقیر باشه، اینجا نگفته بر یتیم بتین، گفته به فقیر بتین. اگه یتیمی که متکفل نداره فقیر است مسکین است بتین. اگه فقیری که یتیمی که او یعنی بچه چی داره، کاکا داره دیگه داره و متکفل چی داره، زمین داره چی داره، به او تو یتیم نتین. اینجا گفته برای فقیر، گفته نگفته برای یتیم، فقیر. و او و با یتیمون نداره که نه، اگر مادر داره فقیر است و کسی نداره که برای از اونها کار کنه. یعنی حالی شما فقیر فهمیدین، خواه یتیم باشه خانه باشه که فقیر بود شما بتین برید، لیکن متأکد شوین که برای از او برسه. خیر خدا حافظ. و در راه خدا، در راه خدا یعنی ای هم بسیار کلان و وظیفه است به دوش شما که دعوت خدا را قطع نکنیم در یک جایی که شما میایید. مثلا خداوند در قرآن کریم میفرماید که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ملکتابی و هر چی من داره. خداوند محو میکنه بعضی چیزا را و ثابت میگردن. و عنده ام الکتاب، پیش خداوند ام الکتاب. ام الکتاب چی است؟ لوح محفوظ است، در او زیاد و کم نمیشود. لیکن در غیر از او یک آدم از مثلا مسلمان حج کرده، روزه میگیره، نماز میخوانه، تمام روز مصروف در راه خداست، لیکن یک دفعه میبینی که امرای یک ملحد یا امرای یک کمونیست یا امرای یک منافق زیر تاثیر از او میه، امی یک ساعت گفت از او را قبول میکنه. چی میکنه؟ تمام امی حسنات خود از دست میکنه. یمحو، خدا محو میکنه تمام امی حجش و امی
روزیش و زکایی هم محو میکنه. خداوند احتیاج نداره با چی شما و ما و شما با هم بگیم. خداوند بی نیاز است، صمد است. پس ما باید که مراعات بکنیم. امرای کسی از عقیده خود، از ایمان خود تیر نشد. مثلا که بشینه او زیر تاثیر دویم کچی او کلر شورد، بله 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 گپ شما درست است، گپ شما ایتر است، در حالی که او چیزی میگه که خلاف دینتان است، تمام چیزهای شما محو بشه. یا یک آدمی دیگه عکس زیر بسنجید، در تفسیر دی میگه یک آدم مثلا گناه کده شراب خورده و ویک کده. یک دفعه یک آدم فقیر و بیچاره را میبینن میتسه برش مثلا 500 روپه میته یا 100 روپه هر چقدر که میته دلش میسوزه. این آدم فقیر است، بی‌نواست. یک دفعه به خدا دعا میکنه، خدایا اینمی آدم تو هدایت کن، این را خیر بده. خیر انسان چی است؟ آخرتش خوب شده، دنیا خو رفت، دو روز دنیاست. خداوند قلب امی آدمی بد، امی آدمی جناکار و شرابکور و چی یک قلب ازی یک حرکت پیدا میکنه، یک دفعه صحیح آدم میشه. یمحو تمام گناهی را خدا محو میکنه با یک حرکتی که در راه دین با جرأت انجام میده، یا یک کلمه حق میگه. مثلا یک جا است ترس و پرس هستی تو مردم میگی یک این گفت بزنه میتونی تو نمیره میگه و جرأت میگه که می دین خدا اینه میرخم من اینه قبول ندارم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میفرماید که بسیاری مردم در جنات عدل رسیدن که اون جای است که پیغمبراس و بلند مخلوق خداوند در اونموی جایش قرار میگیره به نسبت امی قول حقی که در دین بدون ترس و بدون واهمه و بدون چی پستکنده امو گفت بیان میکنم. بفرمین سیم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اگر این مقدارش ما مثلا 100 دلار با یک نفر یا 50 دلار با دو نفر بدیم خوب تر است، جایی که مثلا تقسیم مقدارش کم کنیم برای تعداد زیاد مردم بدیم، مثلا سوال سیست. بعد امیر فقها گفتن که شما به همه گیش بتین، یعنی ما براتان گفتم که اول شروع از فقیر کنیم، ما براتان گفتم که اول شروع از فقیر کنیم، یعنی فقیر اینقدر زکات بتین که حوایجش رفع شوه برای یک مدتی. شما میبینین در قریه شما در جای شما فقیر است، برای 6 ماه نان نداره، برای 1 ماه نان و 1 روز نداره، شما حوایج از اون را رفع بکنین. ایتو نکنین که دار با بایی بته دار با ای دار با خو هیچ چیز برای دین نمیشه، نه با ای میشه نه با او، نه حوایجش رفع کنین. مثلا یک آدم چیش نانباییش در گرفته و ای آدم از امی را زندگی میکرد، اینالی با او که در با بودی چی فایده؟ باید نانباییش جور کنی که او پس سری امو کار خود استوار پیدا کنه، وسیله رزقش پس به دست بیاره از مال زکات تو که شما شد. اگر این را سری همه گردینا تقسیم کنی در با او در با ایچی نمیشه، نه یمو یک فقیره که یافتی او را خوب سعی چی بکن، باز دیگهشه دیگه دفعه دیگهشه دیگه دفعه در وقتی که ایخو هر سال سر شما میاید ای بهتر نظر است. تشکر، خدا حافظ. دار اینال یک طایفه دیگه است که سعیده است، برای از اون مردم چی نمیتر. آیا به سعید هم چی میشه زکات که از اولاده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه؟ به این اختلاف است، اختلاف نیست، اصل داده باید نشه. یعنی کسی که سید است پیغمبر خدا ای را منع کده که ای چی چرک مال است برای سیدا، برای کسی که از نسب چی باشه. اصلا خویست که پیغمبر خدا خود را و اهل بیت خود را
از هیچ چیزایی که چی نشوه که اینا در راه قدرت هستن و پیسه میگیرن و چی میگن، از این چیزایی یعنی منع کرده با یک ترتیبی که امر الله سبحانه و تعالی هر امری که پیغمبر میکنه. حتی یک دانه چی را که امام حسین رضی الله تعالی عنه خورده او را از دانش پس کشیده، گفت تخه او بکشش از دانت که این چی هست، یعنی روا نیست که برای از اونا بکنه. بعضی فقها ها این چی داده که چون دو اخو بیت المال بود، بنی هاشم از بیت المال ما برتان گفتم که حضرت عمر از همه کده بیشتر چی میداد، زکات هم میداد. آن خو او نیسته، اگر شما برای از اونا هم بتین چی نداره. والله علم گفته که دهی چی هسته، ای تو یک چیزی با مقابل چون امر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است این چی نیست. خب اینجا در اخیر میگه هر کسی که زکات میده و معین یک شخص بده ورتاح خود راحت بسازه، زکات دادم به دست خود به اینمی شخص رسید و چی شد، به هر کس تسلیم نکنه. مثلا چی هست؟ نه این چی هست که بروز پیدا میشه و که بیاین به چی زکات هایتان رو بتینه چی کنه ایتر نکنه، میشه که او با مو شخصی که معینی که چی هست با مو آدم نرسه. این بسیار دقیق چی هست؟ چرا که این نما آمده، این نما کلمه هست. اگر شما این را مثلا بروین ما زکات مروان کدن به فلانی یک دوست و مسئول دوست نیست شده جیب خود پردار نیست شده او بوده، این نمیشه. گفته که یعنی گفته اعطیها شخصا بعینه ورتاح، به یک شخص معین بته خود راحت بسازه که رسید زکات بری از او. لا تسلمها احد، به هر کسی را تسلیم نکنه که برو ما از گردن خود خلاص کنم دادم که میرسانه نمیرسانه که میشه و نمیشه، این به گردن من نیست ما خونه رسانه اینطور نکنه. اینطور تا که تطمئن الیها، تا که سرعتی خود مطمئن نسازه از گردنش خلاص نمیشه این صدقه فردی. مثلا گفته یک طالب نیدر رسو فی حیی کن، یک طالب از این بسیار همین چیا طلاب علم بیچاره بسیار فقیر میباشد. بعضی جای ها هم رشک مردم در این مردم مسلمان هستن لیکن به امرای طالب العلم ها هیچ کمک نمی کنند. این به سر ما گذشته، ولی نمی تانیم که همه این چی رو به شما بگویم. یعنی این بسیار مهم است که به طالب العلم شما چی بکنه، به مسجد نکنه. لیکن یک طالب العلم است بیچاره شوق علم داره، نه نان داره که بخوره که علم بخوانه، نه که مثلا کتاب خریده می فهمید. به این بسیار زیاد توجه کنین که برای از این شما کمک کنین. یا در قریه تان یک کسی فقیر میشناسین به همو چی بکنین، یا یکی از همسایه های تان، ولی به کافر ملحد و منافق زکات نمیشه. کسی که نماز نمیخوانه به او نمیشه. فکرتانو بگیرین به کافر ملحد از رای مؤلفت القلوب امو کافر است به او می شود، لیکن به غیر مؤلفت القلوب که او آدم نه الفت داره و نه به این چیزا رای می زنه و باستون برای از او پیسه بتی، این زکات بسیار باریک است. شما برای از او و منافق به کسی که نماز نمی خوانه بتی چی نداره. اما اگه ای تو باشه که شما میبینین در طبیعتش که میگرده چی میشه او و خدا خودش میدانه شما چی بکنید. کسی که طعام عمومی پخته میکنه در جمعیات خیریه، در مؤسسات خیریه طعام عمومی پخته میکنه به همه کس میده، در اوج زکات نمیشه. این از رای چی میشه؟ صدقات نفلی، صدقات تطوعی از او را میشه. این زکات در اونجا گفته که نمیشه که در مؤسسات خیریه شما بتین، چرا که اونا بسیار قدرتمند هستن به ایسالی از او.
یعنی این صدقه زکات بسیار زیاد سر خود شخص چی داره. خب اگر کسی تلفن میکنه وقت تلفن است برادر، تلفن بکنید، تلفن بکنید تو وقتی کم مونده. یک مسئله دیگر هم هست که او مسئله است که اگر کسی و من هم الذین یوزون النبی، و من هم الذین یوزون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. دوستان محترم، در ارتباط با سوال هفته گذشتم در مسئله گفتم اگر می فرق بین اسلامی خوارج گفته، آیا خوارج عین خصوصیت داره که فعلا همین طالبان دارن؟ و روافظ هم هم میگم روافظ کلام کتگوری نه و شیعه رو نمیگم روافظ هم بله آخو و در این ارتباط فعلا چون چیز از پاید از این موضوعات که ما رد روشن بسازم این قربان بسازم. آه زنده باشین. سعیست خوب چی هسته؟ اینا شما گوش بگیریم از تلویزیون. یک سوال است. بفرمایید. اینالی چی میشه؟ بگر زدن نمیمانه چرا او چی است؟ چون که سوال است باید ما سوال جواب بدیم. خب ما یک موضوع دیگر شروع کرده بودم، وقت ما کم است. این برادر سوال کردن که فرق خوارج و روافظ در چی است؟ و چرا این روافظ میگن؟ ما میگه شیعه را نمیگم، روافظ را میگم. اصلا روافظ چی هست؟ روافظ چرا این روافظ میگه؟ اصلا یک شخصی بسیار که در اسلام مقام بسیار بلند داره، زید ابن علی ابن الحسین ابن علی است که او زین العابدین بیمار میگن. این شخص بسیار عالم کلان است، بسیار یک انسان با تقواست، بسیار خیرات و کی و کی با مردم میکردن. و ای در قوای ازی یک طایفه یک وقت قیام کردن، آمدن پیشش که حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهم دشنام میدادن و بد میگفتن چرا تو نمیگی؟ او طرفشان گفت که ما از این سبب نمیگم که اونا از جد ما را وزیرایشان بودن، مردمای مسلمان درجه اول بودن و هیچ چیزی ما در اونا چی ندارم که شما این دفاع را میزنیم، شما غلط میگین، شما یعنی بختان میکنین، افترا میکنین بسر از اینا. اینا پس گشتن گفت که ما رفض میکنیم شما را، یعنی ترک میکنیم شما را. امام گفت که ما شما را ترک میکنیم. اینا گفت وقتی که شما مرا رفض میکنیم باره. این گروپی دیگه ششته بود از شیعه دیگه و امرایش بود از زیدیه، گفت شما ما میتونم میکنیم؟ گفت که نه ما اوتون نمیکنیم، ما چیزی که شما میگین او را قبول میکنیم. باز گفت خوش شما باشین. و یعنی در این قولی این شخصی این بسیار آدمی متبرک و بسیار آدمی کی است. در این اینطور چی میکنه که یعنی دو قسمه، یکی رافضی است که ترک میکنه، یعنی معنا که امو چی روشی امام خود ترک کرده، رفت کرده، ترک کرده. از اونجا باید اینا پسان در کلینی و در کتاب مجلسی و در اینا هم نوشته شده که اینجا ما چیایش نوشته کردیم در کتاب خودم، که ما یک کتاب در 8 مذهب نوشته کردیم و این کتاب من مناقشه شده و چی شده و کتاب بسیار خوبه. اونا گفته که حتی با شیخ
ابو جعفر صادق رحمه الله که هم بسیار عالمی چی بوده که حضرت امام ابو حنیفه در حضور جعفر منصور که خلفای عباسی یک مشهور است در حضور از او آمده گفت قطعی سوال بکن و سوال کرده قریب 80 سوال یا 40 سوال از جعفر منصور چی از او کرده ابو عبدالله همیشه جواب داده مطابق اهل سنت هیچ جعفر منصور برای گفته ابو حنیفه به این کدام اختلاف پیدا کردیم فلنه گفته این به کلی یک عالم جلیل القدر است که چیزی که در دین است واقع ما یک کتاب نوشته کردیم و میگه بعضی کلمات امی ابو عبدالله را آوردیم این قدر یعنی قوی تفسیر کرده در قرآن کریم گفته ما فکر میکنم ما آواز چی را میشنم الله گفته که شما ایتور بکنی تو این بسیار عالم اینا میگه که کپایی را پشتی از او میاره که او نگفته آلی او ابو عبدالله وفات کرده او سر خود بالا کردن میکنه که ما خود ایره نگفتیم او برادره یا او مثلا شیخ او عالم متبرکه که میگه خود خلفای اموی در وقت تواف دیدن که یک آدم است وقتی که ای تواف میکنه همه مردم به او احترام میکنه و خود این پادشاه اموی که میه برای دی وقع مردم احترام نداره با تو کی است؟ این وقت زین العابدین است از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا پادشاه همیست خلیفه همیست گفته ما هیچ او قدر نداره مثل که اینا داره یعنی از این سبب ابو امام ابو حنیفه را بندی کردن امام مالک رحمت الله علیه را چند صد دوره زدن پادشاه عباسی که اونا طرفدار اینمی واقعا می دیدن که اینمینا و مردمانی چی هستن ولی چیزایی که پشتی از اونا پیوان شده هم مگیش درست نیست یک حدیثی مثلا که چی ضعیف هست یک حدیثی که چی هست او رو پشتش میاره او چی نیست مثل که اونا او چی برش عرض کردن با همو جعفر صادق رحمه الله گفت که ما را میگه که رافضیستین شما چون گفت که شما مستحقی همیستین که رافضی باشید شما چطور مثلا ابو بکر و عمر چی میکنید رفت میکنید به چناب میکنید این قوی که از اقوال کتاب خودشان ما گرفتیم یعنی اینا ایطور نیست که ما بگوییم اینا رافضیست خودشان این رفت کردن این ترک کردن امام خود را که زین العابدین است که بسیار یک شخصیتی بلند مرتبه است خودشان در کتاب خودشان نوشته کرد خودی ابو عبدالله هم گفته که شما خودتان این کار را کرد بنابراین سبب شما این را بفهمیم که مردم یک چیز میگه لیکن امام ها دیگر رقم مردم بودن مردم درست بودن مسلمان بودن اهل سنت بودن هیچ کدام از اینا نگفته که ما شیعه هستیم یا شیعه چیست یا خداوند قرآن ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء در سوره انعام 159 الله سبحانه وتعالی میفرماید این کسانی که فرق دین را جدا کرده و فرق دین و کانو شیعه شیعه شدن یعنی فرقه فرقه شدن تو ای پیغمبر سر جمله از اونا نیست یعنی تو پیغمبر شده نیست او شما را یعنی تو رهبری از اونا را نمیتاری عمرشان به ما است خداوند ما باز در روز آخرت برای از اونا این چی میکنیم دیگه این مسئله بسیار فرق داره امی هر دو گروه بفرمایید سر السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله استاد من یک سوال راجع به زکات داشتم خب آفرین خیلی بینید بگو از زکات اگر یک نفر فرض میکنیم سالانه 25-30 دلار زکات داره در کابل هم فرض کن رفته نمیتونه جای دیگه هم نمیتونه که به دست به فقرا بده لیکن یه میره به مؤسسات خیریه میتر مؤسسات خیریه که میشناسه که ما برای این توضیح کنن ذکر میکنه که یعنی زکات هست که چطور کنه این نفر نه بعد مؤسسات خیریه نکن
به یک کسی بتین که امو زکات شما را به فقیر برسانه، و یا به علمی کسایی که مثلا در راه خدا گپ میزنه چی میکنه، ای خو آسان است برای شما، مثلا اینمی فی سبیل الله سینمی امی دعوتی که عالم ها میتیم یا مسلم ها دیگه یک عالم دین به صورت صحیح میتا، ای رو مطمئن باش که از همه کده ای دعوت اگر در راه خدا با صدق و اخلاص تطبیق شود، از همه فقیر و از همه کده ای بسیار مهم است. چرا که ای چی است؟ دین خدا از بین میروه اگر ای علما و یعنی مردم ها ای چی را چی نکنند. اگر فکرت میرسه که در اوجه نمیتانی خودت صحیح رسانده، در اینجا خود میتانی، در اینجا مثلا در پروگرام میتی با شخص نمی، در پروگرام دینی، در پروگرام دینی در تعمیر مسجد خود گفتم که نمیشه، یعنی در مساله ایر هشت فرقه را خاص کده خداوند خودت. شما در تعمیر مسجد از مساله عمومی استفاده میکنن، نه از چی؟ از زکات. در نهر کندن، در چشمه کندن، در این چیزا از زکات کار گرفته نمیتونه. فقط در فقرا، مساکین، در راه خدا، یعنی در این چیزا شما کلی میتونین به جرأت این کار بگیره. اگر در این فقیر پیدا کرده نمیتونه، این چیزا خود پیدا کرده میتونه. اگر در شما در چیهای خیریه میتونه، جای خیریه در جمله عمومی میاندازه ایره، و در صدقات عمومی زکات شما در وجه نمی شود. چرا که خیر خیر خدا شما رو خیر بده، خیر زنده باش، خدا حافظ. دیگه ای چی هست؟ اینالی سوال در اینجا میاد که وقت ما هم پورا شده، اگر کسی سوال میکنه خب بسیار خوب است که اول کسی که پیدا شده کی است؟ خوارج. خوارج پیدا شده اسلام در وقت رسول الله است، با خود رسول الله صلی الله علیه و آله انتقاد کرده، سر خود رسول الله که چرا عدالت نمیکنی، این خوارج است. خوارج یعنی معنایش ایست که غلو میکنه در حکم خداوند که سنت رسول الله را در نظر نمیگیره، و شیعه که از غلو میکنه در اشخاص، یعنی در اولیاء الله غلو میکنه. غلو خداوند امی نصارا هم غلو کردن. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی الدین، غلو نکنیم در دین تا. بشر بشر است، خدا خدا، الله سبحانه و تعالی را شما بشر است، پیشش خدا جور نکنید. مثلا امو شخصی که ولایت فقیره چی میکنه، هر وقت میگه که یعنی ما پیش از دیگه پیدا میشه امام رضا مرا میفهمی، این کفا همه ایش ایچ بیمانا گفاست. آدم که مرد خلاص شد، غیر از پیغمبرا که او معصوم هستن و الله سبحانه مقام داده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که من زندگی من برای شما به خیر است و اگر وفات کنم خیر است، به خیر شما است، چرا که چیای شما به من تیر میشود. یعنی اگر هم حیات برزخی است که دو پیغمبر ها بسیار مقامی بلند دارند، دیگه کس نه، یعنی نمیتونه دیگه کس که این کار انجام بده، پیغمبر است، خداوند او را مقام بلند داده. لوای حمد در روز آخرت کی بلند میکنه؟ بسیار بی خوب فکر کنین برادران. و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. میگه اصلا فی شب شما تهجد میخوانید، فتهجد به پیغمبر، میگه وقتی که تو راه خداوند مقابل این تهجدی که تو در شب میخوانی، زحمتی که میکشی، خانمش برای میگه پایت پندیده، خدا تو رو بخشیده، تو پیغمبر است، چرا این زحمت میکشی؟ میگه افلا اکون عبد شکور، اما بنده شکرگزار خدا نیستم که برای ما یک مقامی بلند داده؟ باز برش خداوند چی میته؟ لوای حمد میته در روز آخرت. در زیر لوای حمد یزی کی میباشه؟ آدم علیه السلام، ابو البشر است، و نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام که ابو الانبیا است، پدر پیغمبر است، اونو همه اولیا، همه گی در زیر لوای کی می باشد؟ در زیر لوای محمد رسول الله.
این لوای هم کلانترین منقبت است، کلانترین بلندی است که به پیغمبر ما داده شده و ما امتش هستیم، باید سردی افتخار کنیم. پیغمبر هم مانده در جان دیگه مردم چسبیدیم که یعنی ای تو ولیس و ای تو رسول ما را ای تو میکنه و صفت خدایی را برش میتونیم. این شرک است. ای توبه بکشیم، برای خدا درست شوید. ما دشمن شما نیستیم برادران، شما رای خدا را همی چیزی که قرآن آورده سر قرآن شک نکنیم. این همی درست دین است، همی دین اسلام. لوای هم بلند می شود از پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. در زیر این لوای هم همه کسایی که پیغمبر هاست همه که در زیر همی لوای عزیز تات می شود. پس شما چی یک چیز دیگر پیدا کرده؟ از این که بلندتر کسی هست در مخلوقات خداوند، در بنده های خداوند، از محمد رسول الله که لوای حمد برش خداوند داده؟ ایخو گفت قرآن است. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام محمود برد داده ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداوند برش میگه. این لوای حمد میگیره. در مقابل همی شما گپ میزنه، همی علم است. توبه بکشین، از خدا بترسین. این دین حق مانده به کجا میرین؟ خب برادران، وقت ما خلاص شدم. شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. الله سبحانه و تعالی شما را به همو آیتی که پیشتر خواند که یمحو الله ما یشاء و یثبت، در هر لحظه یک هدایتی کنه در قلبتان که برای خدا درست شوید. و الله از این نعمت جنت، از نعمت امتیت محمد صلی الله علیه وسلم، از این محروم ما را خداوند نسازه و ما شما را خداوند. غرور نتا، تکبر نتا که ما عالم هستم و گپ میزنم. هیچ پیش خداوند ما هیچ هستیم غیر ما به عمل خود به جنت رسیدن نمیتونیم. این نعمت خداوند است، رحمت خداوند است که ما را و ایجا میرسانه. الله سبحانه و تعالی ایره برای ما نصیب بکنه که در راه خدا مطیع و اوامرش اطاعت کنیم. اینی راه درست است. و ما علینا الا البلاغ. شما را به خدا کریم و ما این چیهای خدا در یوتیوب روان میکنیم و شما به نام محمد حسین خیل ویدیو ببینین، از این استفاده کنین. چرا این خود یک دفعه چی میشود نشان داده میشه؟ باز نیست. باز شما از او یوتیوب شما استفاده بکنیم. در اوجه ما این روان میکنیم. خدا حافظ ناصرتان. بنایتان با خداوند.